خوشگلم اومد، خوشگلم اومد، خوشگل من، نازتو برم. باز رفتی که آه اومد، قربونت برم الهی، صورتو برگرد من اون لباتوی خود، صورتی خود برگرد من لباتو ببینم، آه قربون اون لبات برم، آه قربون لبات برم ناز من. یه بوس برای علیت بفرست، دلش تنگ شده، یه بوس. الو جانم سلام، من داد رو خطم، ببخشید. بگو برو رو گویا، اون وقت توی رادیوها میبودی رو بیار، همون جو هم زده برات سایتش. آره قربونت، چطوری خوشگله، او قربونش برم. عالیه، درست شد. نه دیگه فهمیدم اینو باید قرمزش کنم، اون توپ گردو، اون توپ گرد پدر سوخته رو. خوشگلم، ناز من، نازگلم، آخ خوربونت برم، فدایی تو بشم الهی، فدای اون شیرینیت که تو انقدر شیرینی، انقدر شیرینی. حالا چی بهم نشون میدی من که اومدم بالاخره؟ درسته آها، من نفرستدم، ببخشید، ببخشید، محذرت میخوام. نه صداد عالی داره میاد. نه از دفعه برم میشه. خب بعضی وقتا میشه دیگه، بذار اینو ببندم، اینم ببند. آره. چرا نمیاد تصویر؟ آها بذار ویو رو بزنم. نه من همینجوری آزاد دارم نگاه گوش میدم. سب کن بینم هدفون هست، سب کن، سب کن. بعد کامپیوتر بکشم جلو، سب کن. کامپیوتر رو باید بکشم جلو. اینم بره اینجا. اوکی شد حالا؟ آره اوکی شد. صدای من نمیاد؟ نه صدای من که میاد، صدای تو که میاد. خوش آه تصویرم الان بهت میدم، صبر کن خوشگل. اخ جون قربونت برم، تا اینا نیومدن یه حالی بهم بده، تو رو خدا یه حالی بهم بده، یه چیزی بهم بده. من از اون بیشتر میخوام، من از اون بیشتر میخوام، بده بده بده، تو رو خدا خیلی دلم تنگ شده. نه از اون بیشتر میخوام، از اون بیشتر، اذیت نکن، دارم میارم، نمیدونم، صبر کن ببینم کدومو بفرستم. ویدیو خب رو تور رفتم، خب آها خب رفتم، ولی سند رفته، ریسیف زده، خب ریسیف دارم، سند پس چرا نمیاد؟ ندارم سند، چرا؟ چرا سند ندارم من؟ ویو خب بزنم چی؟ دارم status bar dial pad، نه پیکچرم، پیکچرم سیاست سفیده، هیچی توش نیست. آها نگاه کن، شاید چیز باشه، صبر کن این برنامه رو ببندم. ریل پرودیوسر، Are you sure you want to quit yet? بنابراین این ترس بیهوده آقای خمینی و دولت مردانش اصلا جایگاهی نداشت، منطقی نبود و اینو بی خودی این ترس رو داشت. بنابراین به اعتقاد من
ضرری که این نوع روابط یعنی گروگانگیری و سپس قطع روابط و بعد ادامه دادن به این مسئله، شما ببینید در جریان ایران گیت فرصتی پیدا شد که دو کشور با هم گفتگو کنن و مشکلاتشون رو حل بکنن، اما آقایون نخواستن، برای اینکه اسلحه مبارزه با آمریکا رو اینها وسیله میدونستن برای که تو منطقه بتونن 4 تا سینه زن داشته باشن و تو لبنان حزب الله رو راه بندازن و این سو آن سو به تروریستا کمک کنن. تصورشون استقلال ملی و آینده ایران و سرنوشت مردم ایران نبود. ما نمیگیم آمریکا فرشته است، آمریکا به دنبال منافع خودشه، تردیدی نیست، اما اگر در برابر آمریکا یک کشوری از حمایت حکومتی از حمایت مردم برخوردار بود، اگر حکومتی صالح بود درست کار بود، مطمئن باشید آمریکا نمیتونه اون رو براندازه. اگر جریان 28 مرداد رو میگید، چرا در 30 تیر حکومت دکتر مصدق سرنگون نشد؟ در 28 مرداد برای اینکه دکتر مصدق مقداری از پایگاه‌های توده‌ش رو از دست داده بود، نفاق در دور و برش بود، مخالفت‌ها بود، کوتاه‌اندیشی‌ها بود بعضی از مشاورانش که این مرد بزرگ رو زمین زد. ولی چه فاصله بین 30 تیر تا 28 مرداد چقدر مگه؟ فاصله زیادی نیست، یک ساله. ولی ببینید در فاصله یک سال بس چقدر عوض میشه که خارجی هم به فکر امتحان کردن بختش میاندازه. ولی اگر همون ارتباط برقرار بود بین زندیات پیر احمد آبادی دکتر مصدق با مردم و اون اختلاف ها وجود نداشت، مطمئن باشید دولت مصدق رو نمیتونستن سقوط کنن. این که میگم با 2 میلیون دلار سقوط کردن شوخیه، نه سرده. نه خاتمی با من حرف زده، نه خاتمی پروژه بوده خودش که مگه نهیدی؟ اگه پروژه بوده آقا میگه به چیز که بدین رأی بدین به خاتمی، به ناطق نوری میگه پروژه جالب بود. چی؟ تو نباید بکشی. نه. میدونی چیکارش میکنم؟ الان بهت میگم. من آقای الیاس محمودی رو میفرستم با همون مجموعه که برن یه جاده بکشن از سرسخت‌ترین نقاط ایران، جاده بکشن بیارن به یه شهر برسونن، همون جایی که تو رفته بودی پیش طاهر، جاده آسفالته بکشه، همون درست کنن اونجا و برای مردم زندگی درست کنن. این کار آره نمی کنم، نمیذارم. ببین خوشگل، مگه میتونن نکنن؟ آها نکنن میرن زندان. نه میرن زندان عزیزم، نه میرن زندان. تو ایمان داشته باش، بیا رو خط عزیزم، حالا که این فایر چیزو بستیم فایر